در آمریکا گرمای توأم با رطوبت هوا در بخشی گسترده از ایالت‌ها از شمال شرقی گرفته تا غرب میانه جمعیت بیش از 150 میلیون نفر را با خطر گرمازدگی مواجه ساخته. اما هشدارهای همزمان با پیش‌بینی‌های هواشناسان و ابتکارهای فردی این انتظار را به وجود آورده که موج کم سابقه گرما ظرف دو سه روز آینده بدون برجا گذاشتن عواقبی خطرناک از بین برود. جزئیات بیشتر در گزارش همن حسینی. نیویورک از جمله صدها شهری است که سکنه آن گرمای نزدیک به 40 درجه سانتیگراد را تجربه می کند. اما شرجی هوا عملاً برای سکنه شهر به معنای 10 درجه بالاتر است. تعطیلی 2 روز آخر هفته به بسیاری از مردم فرصت داده است از خانه بیرون نروند و در کنار کولر وقت گذرانی کنند. اما برای آنهایی که کولر ندارند و یا از عهده هزینه برق کار کردن بیوقفه آن بر نمی آیند، ساعت کار استخرهای عمومی افزایش یافته و در پارک‌ها نیز آب‌بازی رواج پیدا کرده است. محله کانی آیلند در نیویورک نمونه ای از صدها مرکز برای خنک شدن مردم است. ما صبح زود اینجا اومدیم تا تو ترافیک گیر نیفتیم. حالا هم کم استراحت میکنیم و قبل از اینکه هوا بیش از حد گرم بشه و ذوب بشیم برمیگردیم. هوا گرمه، مجبور شدیم جلوی آب پاش ها بریم تا خودمون رو خنک کنیم و پیاده رویمون رو تموم کنیم. قبلا یه مسیر چند کیلومتری رو پیاده میرفتیم اما امروز نتونستیم. 150 میلیون نفر از آمریکایی های ساکن در ساحل شرقی و منطقه غرب میانه با گرمای خطرناک جاری درگیرند. استخرهای عمومی به مدتی طولانی تر از معمول باز هستند و شهرداری ها نیز اقدام به انتشار نکاتی ایمنی در ارتباط با چگونگی مقابله با این موج گرما کردند. با این حال، بنا به گزارش‌ها، مرگ دست کم 6 نفر ناشی از گرمای شدید بوده است. سازمان هواشناسی ملی آمریکا هشدار داده است چنانچه اقدامات احتیاطی لازم در پیش گرفته نشود، گرمازدگی می‌تواند عواقب خطرناک تا حد مرگ را در پی داشته باشد. ماه ژوئن جاری به گزارش هواشناسان نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان گرمترین ماه در تاریخ کره زمین بوده است. همین حسینی، صدای آمریکا، واشنگتن.